سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما هم میهنان هماره همراه من در برنامه های مختلف تلویزیون ایران فردا در همه جای جهان. خاص درود ویژه دارم محضر یکا یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه که هر شب در همین لحظه از زمان تحلیل های تازه تر رو از لابلای و بین سطور مطبوعات چاپ تهران دنبال میکنید، میبینید و میشنوید با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. برنامه امشب چهارشنبه 12 شهریور ماه ایرانی برابر با 2 سپتامبر 2020 میلادی رو با هم در طول کمتر از 25 دقیقه زمانی مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب. پیدا و پنهان حضور قالیباف در خوزستان، عنوان گزارش اصلی روزنامه آفتاب یزد هست که میخواهم امروز به جزئیاتی از این سفارایی نظامی نزدیک به رهبری ایران برای انتخابات 1400 تازه هایی رو بکاوم و بشکافم و با هم گفتگو کنیم، جایی که به خوزستان سفر میکند و نوستالژی جنگ و خانواده شهید و ارزش های معطوف و مربوط به گروه های ارزشی و اصولگرا رو احیا می کند تا چه بسا برای چندمین بار بخت خیش رو در رخت انتخابات 1400 بیازماید. مستقیم به خوزستان می رویم و گوشه هایی از تازه ترین نمایش های ارزشی معاب این پاسدار شهردار پیشینی رو با هم می بینیم. قالیباف به خوزستان رفت و در ذکر نام شهید برادرش این گونه سخن میگوید. من امروز صبح که آمدم متوجه شدم، به نظر من ضمن تشکر از همه دوستان در خرمشهر، کار خوبی به نظر من کار پسندیده نکرد. من به هر حال به دوستان گفتم اون روزی که کربلاچهار اخرای من اینجا بود، همینطور که اشاره کردم واقعا فرصت دیگه باشه وداع کنم گذاشتش هم دیگه بودیم نداشتم. امروز هم واقعا توقعم این نبود که در سفر آمدن من اونا محبت کردن، ولی نبود به نظر من این کار رو میکردن. خواهش هم الان این است که حتما اون پل رو به نام یکی از شهدای بومی خود محل در این منطقه بگذارن و اجازه بدن که نام اونا واقعا ماندگار بمونه. فرقی هم بینه خب گوشه های از تازه ترین سفر پاسدار قالیباف رو میبینیم. رئیس مجلس کنونی جمهوری اسلامی ایران رو که گویا به طور تمام قد خیز ریاست جمهوری برداشته و گویا صدا و سیمای تحت امر رهبری ایران نیز گوش به فرمان ولی فقیه حاکم در ایران میخواهد که این نظامی سبار شکسته شده در انتخابات پیشینی رو بر بکشاند تا تماما آن دولت حزب اللهی جوان انقلابی و مؤمن مد نظر رهبری ایران رو در ایستگاه پایانی انتخابات سال 1400 چه بسا محقق کنند. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، پاسدار قالیباف با کارنامه ای بسیار پرفراز و فرود در ساختار جمهوری اسلامی ایران نقش های کلیدی در سطوح مدیریتی و نظامی داشته که مهمترین نقش ایشان جدای از اون نقش نظامی و پاسدارگری که خب اونجا هم یک سری مسائلی متوجه حال ایشان هست، در دوره شهرداری پایتخت شهرداری تهران بوده که بالاترین میزان حضور رو در شهرداری داشته و از قضا در همین لحظه از زمان که با شما همیهنان عزیز صحبت میکنم آقای عیسی شریفی یک نظامی برجسته و ارشد که تمام طول این سالیان معاون در رده اول آقای قالیباف در شهرداری تهران بوده در زندان به سر میبرد، پرونده های باز فساد اقتصادی میلیاردی دارد، هرچند پرونده های فساد پنهانی هم دارد به گونه ای که گویا مقامات قضایی جمهوری اسلامی حتی شرم دارن از واکاوی و بازتاباندن همه جزئیات پرونده های این معاون پیشینی آقای قالیباف، به گونه ای که دادستان قضایی نیروهای مسلح به تعبیری ایشان رو تحت عنوان اتهامات جاسوسی در حوزه نظامی ها
محاکمه می کنند و از هر گونه اطلاع رسانی شفاف نیز پرهیز می کنند. علا ای حال در انتخابات سال 1400 که گویا اصولگرایان خودشون چند پاره هستند، اما با این مدل کد دادن های صدا و سیما حول آقای قالیباف و تطبیقات وسیعی که روی این شخص تجمیع کردند و متمرکز کردند می رود معادلات تمامی رقابت ها رو تغییر دهد. نکته اساسی در این موضوع این هست که آیا اصلا قالیباف رأی می آورد؟ آیا اصلا رأی آوردن در انتخابات آتی چیز خیلی مهمی هست برای نظام جمهوری اسلامی؟ آیا مثل دوم خرداد 76 که خاتمی بالای 20 میلیون رأی آورد و خامنه ای از اون رأی یک رقیب ناهمسو سوخت و اولین جمله‌ای که گفت با این وصف توصیفی سخن گفت و گفت من از خدا چه میخواستم؟ حماسه که حماسه شگرفت. آیا مجدد دنبال یک حماسه با حضور مردمند؟ به اینها میخوام در این تحلیلم یک اشارت حد اقلی بکنم. قطعا بعد از انتخابات مجلس در دوم اسفند سال گذشته که الان مجلس کنونی هست، یک انتخاباتی بوده که خب آگاه هستی تماما با مهندسی به تعبیری نهادهای ناظر شکل گرفته. شورای نگهبان به طور یک دست گروه های ناهمسو رو از رده رقابت خارج کرد و به طور مشخص با فرماندهی هادیان سپاه، مهندسین سپاه برای انتخابات، گروه های همسو بعضا کم دانش که حتی الفبای پارلمان حقوق و قانون اساسی رو نمیدانند رو وارد مجلس کردند تا مجلسی یک دست و همسو برای دولت بعدی مورد موافقت نظام شکل بگیرد. یک دست کردن و یک پارچگی ارکان نظام مد نظرشون هست که به این مسیر پیش می روند. و خب اون انتخابات مجلس با مشارکت بسیار پایین زیر 42% بوده که در تهران این آمار زیر 21% بوده، یعنی آمار بسیار لغزان و تا حدود زیادی برای اولین انتخاباتی بوده که بعد از خود انقلاب جمهوری اسلامی تا کنون پایین ترین میزان رو در مشارکت داشتیم. گویی یا جمهوری اسلامی اصولا دیگر برایش رأی حد اکثری مهم نیست. مشارکت حد اکثری که شعار آقای خامنه‌ای به دفعات بوده، میخواست حد اکثر مشروعیت رو در دنیای دیپلماسی پربحران 16 سال گذشته بخرد، دیگر براش اون دموکراسی حد اکثری، اون مشارکت حد اکثری، اون بیشین مشارکت کنندگان هدف غایی و نهایی نیست، بلکه یک دست سازی ارکان قدرت، تمکینگری نهادهای تحت امر حضرت آقا برایشان بیشتر مهم هستش. هر گونه صدای ناساز و انتقادی رو در نهادهای انتخابی میخواهد به گونه‌ای کنترل کنند که تماما با نهادهای انتصابی همسویی حاصل شود. بدین روی هست که اصولگرایان اردوکشی کرده اند با رقبای بیشمار برای انتخابات سال 1400. هرچند در این بین میبینم بعضا برخی از روزنامه ها هم یک سری گزاره های جدید در دائره اصلاح طلبان رو می کنند، اما خودشان هم خوب میدانند که اراده عمومی حاکمیت بر یک دست سازی ارکان نظام جمهوری اسلامی است و در این میان قطعا رقبای ناهمسو رو راه نخواهد داد، چرا که اصولا یک نوع انتخابات رقابتی مد نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران نیست. علاوه حال آقای قالیباف در این سفر به خوزستان سخت کوشیده بود که آن بخش همار وفادار به نظام رو، یعنی گروه های مصوم به ارزشی، جبهه و جنگ رفته، چفیه اندازان، گروه های شبه نظامی، سپاه، بسیج، زوب در محضر ولی فقیه، این به اینها داشت پیام میداد که به هر روی من خیلی راضی نبودم که فلان پروژه و پل رو در خرمشهر به اسم برادر شهید من بکنید، من الان متوجه شدم. درست یادآور صحنه متوجه شدن آقای روحانی برای قیمت بنزین بوده که صبح جمعه بیدار شده متوجه شد. آقای قالیباف میگه من الان متوجه شدم. یک منش به تعبیری بسیار ارزشی خاکی رو از الان تلویزیون و به تعبیری تریبون های تبلیغاتی به نفع آقای قالیباف کلید زدن. حالا یک تحلیل هایی رو، یک تنش هایی رو چه بسا شاهد باشیم در طول ماه های باقی مانده تا سال 1400 که محتملا افرادی مثل آقای میرسلیم یک سنگ و ریگی هم خواهند انداخت، اما صدای میرسلیم به جایی نخواهد رفت و میرسلیم ها عملا مهره های پایان یافته یا به تعبیری تنور گرم کن برای خود گروه های
اصولی رایان خواهند بود. آفتاب یزد با طرح این سوال که هدف واقعی سفر قالیباف به خوزستان چیست، می نوشت که رئیس مجلس در جمع خبرنگاران گفت که نظارت بر روند اجرای طرح‌ها و پروژه های در دست اجرا در کشور و خوزستان هدف اساسی این سفر بوده. در واقع آنطور که رئیس مجلس ایران تأکید کرد، فاضلاب، آبهای سطحی، مشکلات بخش کشاورزی و نخلستان ها در صدر این پروژه ها بوده که ایشان میخواد بر آن نظارت کند. نکته جالب توجه دیگری که در این سفر تبلیغاتی بایستی بهش اشاره کنم، ایشان حتی هواپیما رو خودش به تعبیری مدیریت کرد، خلبانی کرد، با هواپیمایی که خود آن را رانده بود به خوزستان رفته بود. پیشتر اعلام کرد که دیدار مردمی نخواهد داشت، فقط برای حل موضوعات اداری هست، میخوام تقسیم بندی زمانی کنم. بحث به هر روی مسئله بحران آب قیزانیه هم مطرح بوده، پیشتر خود آقای فتا هم اونجا رفته بود. گویا خوزستان تمام محروم شده ایستگاه آغازین برای دستیابی هدف قایی و پایانی 1400، ایستگاه اولیه شده برای استارت تبلیغاتشون که بگویند مثلا با اصلا این دولت که می آید احمدی نژاد که بود و چه هست. تماما محروم نوازی می خواهیم بکنیم، از قیزانیه و خوزستان می خواهیم کار رو استارت بزنیم. خیلی همون گونه که اشاره کردم خیلی مایل نیستم در حوزه انتخابات 1400 به تعبیری تحلیل ارائه کنیم، خیلی مطلب بگوییم، اما چه کنیم که ناخودآگاه و این موضوع بسیار مهمی است که خیلی از روزنامه‌ها با آن می‌پردازند و خب ما هم دیری بود که در این حوزه یک تخصص حداقلی در ساختار وزارت کشور، من در سطح انتخابات کشور بودم و این فعل و انفعالات و بازی قدرت داخلی رو تا حدود زیادی بیشتر به تعبیری اشراف دارم. روزنامه شرق رو میبینیم که خب اشاره کردم اصلا ستون ویژه باز کرده برای مقوله انتخابات سال 1400، گویا براشون خیلی مهم هست، در حالی که خب از جمله نکاتی که بایست اشاره کنم این بار چیزی که برای مردم مهم نیست انتخابات هستش، ولی برای رسانه‌ها و مراکز قدرت مهم است. روزنامه شرق خب پیشتر اشاره کرده بودم آقایانی مثل آقای حسن خمینی، آقای جهانگیری و خیلی فتاح و خیلی از شخصیت‌ها رو بررسی کرد. امروز آقای همتی رو بررسی می‌کرد و در گزارشی تحت عنوان همتی نامزدی با کارنامه اقتصادی، به نقل از آقای محمد مهاجری یکی از روزنامه‌نگاران اصولگرا، اشاره کرده بود که با توجه به اینکه شرایط عمده ایران و مشکلات اساسی ایران همانا شرایط اقتصادی هست، ما یک نامزد اقتصادی قوی می‌خوایم که به زعم خودشون آقای عبدالناصر همتی در این راستا می‌گنجد. البته خب ما پیشتر آقای سرنا ستاری رو دیده بودیم در گزاره‌های انتخابات ریاست جمهوری، اونم بحثش تا حدودی زیاد جدی هست، به هر روی پیکر از نظامیان پشتش هستن. خب بحث خود آقای جهانگیری است، بحث خود آقای ظریف هستش و خیلی های دیگری که در طول برنامه مختلف نام بردم. اما عبدالناصر همتی بعید نیست برای کاندیدا شدن که جلو بیاید. خلاصه ایشان هم کسی بوده که یه خبرنگار ساده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و پلکانی مقام به تعبیری قدرت رو طی کرده، سپس در دولت روحانی دیده بودیم که سفیر ایران، رایزن فرهنگی ایران، سفیر ایران در چین بوده و با یک تلفن شبانگاه ایشون رو خواستن، گفتن که ایو برادر که شما در چین بودی، با برادر بزرگ قطعا یعنی چینی ها ارتباط خوب و مطلوبی هم داری، بیا سکو و سکان اقتصاد ایران و بانک مرکزی رو به تو بسپاریم. از قضا میدیدیم رسانه های دستراستی هم تمام قد اتفاقا حمایتش میکردن، چرا که احتمالا به خاطر پیشینه ارزش مدارانه اش در حوزه صدا و سیما بوده. اما قابلیت و کارآمدی های آلمانه و متدیک و علمی اقتصادی ایشان آنی نیست که بتواند اقتصاد آشفته ایران رو مدیریت کند. من یکی دوتا مصاحبه از ایشون دیده بودم که خیلی در اظهار اراده، چون که گرانیگاه و اون نقطه ثقل شدت الحراره و سنجش ارادت آقایان برای تایید نهایی شدن و از فیلتر شورای نگهبان رد شدن، همانو بس اراده، میزان ارادت به علی خامنه‌ای است. اتفاقا دیده بودم خیلی هم اظهار ارادت میکند، گویا اصلا رئیس بانک مرکزی دولت روحانی نیست، به خود آقا به تعبیری گزارش میدهد. کجا بودین تا این سال؟ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سقوبه. خودتون هم خبری بودین دیگه سالها؟ بله بله، من 13 سال از عمر جوونیم در صدا و سیما گذشت. عمدش 4 سال رئیس واحد مرکزی خبر بودم، 4 سال رئیس پخش خبر بودم، 5 سال معاون سیاسی صدا و سیما. این رؤسای بانک مرکزی از سال های دکتر؟ از اول دیگه 60 سال پیش تا حالا. از 60 سال پیش تا حالا رؤسای بانک مرکزی آخرش هم آقای سیف.
بعد شما عکستون میاد اینجا دهمی. البته فعلا چون هستیم اینجا نمیاد. نه بعدش دیگه پایانش. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب تا زمانی که وقت داشته باشم. از جمله موضوعاتی که بسیار بر صدر رسانه‌ها نشسته بود، تازه ترین هشدار آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه امارات است. به دفعات روی موضوع صحبت کردیم در رابطه با تازه ترین ارتباطات دیپلماتیک و احیا و گشایش روابط حسن بین کشور اسرائیل و امارات. آقای خامنه‌ای با ذکر نام کشور امارات تاکنون خیلی سعی می‌کرد خشتنداری کند، خودداری کند، نام امارات رو بر زبان نیاورد. هرچند من می‌دیدم که روزنامه‌های مثل کیهان که بولتن‌های اختصاصی بیت آقای خامنه‌ای هستند، از انفجار در KFC یک رستوران آمریکایی در روز ورود هواپیمای پیس یا سلام یا صلح خیلی ابراز خوشنودی می‌کردند. خب خیلی هم انتظار دارن که البته امارات که به رو خودش نیاورد، اصلا یک موضوع خیلی انگاری ترقه بود برای یک چنین گشایش روابط دیپلماتیک در منطقه که هواپیمایی از اسرائیل به امارات بیاید و در حد این اندازه اصلا فرض رو بر این بگیریم که یک مشکل فنی و انفجار لوله گاز نبوده باشد، فرض رو بر این بگیریم که اصلا یک عملیات خرابکارانه هم بوده باشد، به زعم این جانب برای چنین تغییر وسیعی هیچ نبوده، نظر به اینکه امارات به هر روی در جایگاه ژئوپلیتیک به گونه‌ای قرار گرفته که جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی مخرب میتواند به هر روی یک بحران‌های این گونه ایجاد کند و خیلی انتظار دارن که نگاه بدبینانه یک کشورهای همسایه هم به سمت جمهوری اسلامی معطوف نشود، در حالی که صراحتاً به جشن و پایکوبی برخواستند به صرف اینکه مثلا بمبی در رستورانی در امارات منفجر شد. علی‌ایال این بحث من نبوده، آقای خامنه‌ای خطاب به اماراتی‌ها گفت امیدواریم اماراتی‌ها زودتر بیدار شوند و از ذکر واژه خیانت هم برای اونها استفاده کرده بود و صریحاً گفت که امارات به جهان اسلام خیانت کرده است. البته خب قطعا ملت ایران و افکار عمومی منطقه در سالهای اخیر به طور مشخص نیک آگاه هستند که خیانت مفهوم و معنای خاص خود رو دارد. امارات اگر به عنوان یک کشور عربی دست به یک چنین صلح و توافقنامه‌ای رو با کشور اسرائیل زده، ما به ازای دستیابی امتیازات عمومی که به تعبیری متوجه حال کشور فلسطین خواهد شد، قطعا یه خدمت بزرگ تاریخی است در راستای انور سادات ها جای میگیرن به زعم بنده در تاریخ. قطعا تاریخ از کشور امارات به نیکی تمام یاد خواهد کرد، چرا که هرگاه اندیشه ای و خردورزی و شیوه های منطقی دیپلماسی بتوان نفع گروه مظلومی رو محقق کند و مانع خشونت و خونریزی بیشتر شود، قطعا اون تفکر قابل ستایش هست که میبینیم برای مصر، میبینیم برای امارات در تاریخ چگونه ثبت خواهد شد. و نه رژیم هایی که بخواهند اصولا خودشون اعلام میکنند که هرچه داریم از خون و خونریزی و خشونت داریم، رژیم های مثل جمهوری اسلامی. قطعا برد و مشروعیت و دایره نفوذ و مشروعیت سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه مثل فلسطین دیگر خریداری نخواهد داشت. خبرها و نظرها رو کماکان با دنیای دیپلماسی خارجه من دنبال میکنم. برخی از روزنامه ها از جمله اقتصاد برتر و خیلی دیگر از روزنامه ها از میانجیگری روسیه بین ایران و آمریکا سخن میگویند و آقای لاواروف گفته که از مذاکرات مستقیم تهران واشنگتن حمایت میکنیم. خب حالا ماجرا در این موضوع از چه قرار هست؟ به زعم بنده خب خود روسیه تا کنون برای چنین موضوعی پا پیش نگذاشته بود. این میتواند خب به فعل و انفعالات انتخاباتی ایالات متحده امریکا هم مرتبط باشد که خب روسیه هم مایل هست که ترامپ بالا بیاید با یه اهداف خاص خودش. قطعا روس‌ها مایل به موفقیت دموکرات‌ها نیستند، هرچند مواضع ما برای منافع ایران بین روسیه و دموکرات‌ها یه موضعی متوازن هست، یعنی روس‌ها خب دوست ایران نیستند، دوست رژیم جمهوری اسلامی هستند، دموکرات‌ها هم مدافع منافع ملت ایران نیستند. این تقابل به تعبیری تضاد دیدگاه انتخاباتی بین روس‌ها و دموکرات‌ها
موضوعی نیست که حالا ما رو مثلا خیلی شادمان کند از نوع موزه روس ها یا نوع موزه ترامپ ها. علی ای حال آنچه که هست میتواند معادلات انتخاباتی در روزهای باقی مانده برای 2020 باشد که خب آقای ترامپ تلاش های زیادی دارد برای نشستن روی میز مذاکره با جمهوری اسلامی و خب جمهوری اسلامی هم سخت میکوشد که چنین نکند، علیرغم این که بسیار در شرایط شکننده اقتصادی قرار دارد و ناگزیر شده که به طور پنهان گویی یا پیام هایی رو رد و بدل کند برای احتمالاً مذاکراتی اگر تحت سرپرستی و زعامت حاج آقا برادر پوتین باشد، چه بس آقای خامنه‌ای هم تمکین کند، چرا که آقای پوتین هم تمثال و شمای و شمایل مسیح رو در سیمای آقای خامنه‌ای میدید و نوعی رابطه های ارادتمندانه بینشان موجود هست. عملا وقت من رو به انتها رفته با دو تا مطلب باقی مانده. یکی باز در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای دیدار آقای مکرون بوده در لبنان که خیلی کوتاه گفته باشم یک 8 دقیقه‌ای یک تایمی برای بچه های حزب الله لبنان از آقای مکرون خواستن، گویا نمایندگان همه احزاب سراسری لبنان در نشستی که آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه داشت، در اون نشست همه نمایندگان احزاب حضور داشتند. نکته با ایشان خب یک نیش و طعن‌هایی رو صریحا میزد به برخی از احزاب مداخله گرا و به تعبیری طایفه صفت از جمله حزب الله و هشدار داد به دولت لبنان که اگر اصلاحات صورت ندید از به تعبیری کمک‌های جهانی بهره مند نخواهید شد. گویا در این بین نماینده حزب الله از آقای مکرون وقت خواست که ایشون رو گوشه‌ای تنها ببیند، گویا در این دیدار تنهای 8 دقیقه آقای مکرون به ایشون وقت داده بود و آقای مکرون صریحا به نماینده حزب الله گفت که آیا شما لبنانی هستید؟ آیا منافع لبنان براتون مهمه؟ اگر منافع لبنان براتون مهم هست، ما هم میدونیم ریشه شما کجاست و دستور از کجا میگیرید. ذکر نام تهران نکرد. ما میدانیم شما یعنی برساخته یه نظام فقهای جمهوری اسلامی هستید، که البته این کلمات رو نگفت، گفت ما به تاریخچه شکل گیری شما آگاه هستیم. اگر دغدغه لبنان رو دارید، اگر لبنانی هستید، پای از سوریه و یمن بیرون بکشید. در این 8 دقیقه گویا مکرون سخت بر نماینده حزب الله تاخت. وقت من به انتها رسیده با مطلبی که بسیار تلاش داشتم اشاره کنم، موازه آقای خامنه‌ای بود در رابطه با مهد کودک ها و معلمان. تمامی روزنامه ها به آن اشاره کرده بودند و ایشان معلمان رو افسران سپاه پیشرفت دانست و به طور مشخص هم اشاره کرده بود که مهد کودک ها در نظام جمهوری اسلامی عملا رها شدند. مصداق رها شدگی رو مطرح نکرد، اما همه ما میدونیم که مهد کودک خب کودکان نازنین و کودکان بسیار کم سن و سال و 5-6 ساله اونجا هستند. گویا آقای خامنه‌ای مایل هست که کودکان رو هم ایدئولوژیزه کنند، کودکان رو هم تفکرات ایدئولوژی گرایانه من چه میدونم حاج قاسم سلیمانی رو تو افکارش تزریق کنند. خب بعضا در برخی از مهد کودک ها میبینیم که یه جشن شادی برگزار میشود، یه کودک 6 ساله و 5 ساله به هر روی با یک موسیقی شادی بنابر طبیعت بدن و وجودش یک حرکت موزون یا رقصی میکند. گویا آقای خامنه‌ای از این میزان شادی محافل کودکانه در مهد کودک ها هم ناخوش و آزرده است. امان از خشونت فقیهان، امان از زهد پوشان و دین فروشان. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.